تشکیلات بین الخلقی حمایتگری حقوقی مشهوری Human Rights Watch و کمیته نروژیگی هلسینکی بار دیگر حکومت تاجیکستان را عاید تعقیب نکردن آیله های مخالفین دعوت نمود. حکومت تاجیکستان خشاوندان 10 نفر فعالان مخالفت را که در کنفرانس سنه 9 ایولی سال 2017 در آلمان عاید با راه آسایشتگی اجرا نمودن حقوق هایشان اشتراک کرده بودند، دستگیر نموده، بازپرسی و تهدید نمود، گفته می شود در بیانات تشکیلات های حمایتگران حقوق. از جانب فعالان مخالفین در خصوص 10 حادثه تهدید نسبت آیله های آنان که در شهر و نواحی کشور زندگی بسر می برند، تفصیلات های را پیشنهاد نمودند. طبق بیانیه فعالان، در وقتی دستگیر نمودن آیله های مخالفین از طرف کارمندان خدمات مخصوص یک جای با منصبداران محلی در نزد مردم آنها را خجالتمند نموده، بیرون از شهر برآمدن را منع نموده، با محاصره نمودن اموال آیله های مخالفین تهدید کردند. از طرف وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده سنه 21 ایول در کنفرانس مطبوعاتی عایدی حادثه زیرین چنین شهر داده شد: تعقیب نمودند این چی معنی دارد؟ اگر آنها را برای شاهدی دادن یا اینکه معلومات گرفتن دعوت نمایند، این معنای تعقیب را ندارد. اگر در وقتی پرسیش ناموسی آنها را تحقیر کرده باشند، این دیگر موضوع. ولی از طرف خشاوندان نزدیک گروه های ممنوع به ما عرض و شکایت نامده است. از این روی تعقیب نمودن خشاوندان و نزدیکان شخصانی که به رژیم کنونی نامطلوبند نویگری نیست. چنین عملی خاموش کنندن دیگر اندیشی در تجربه رژیم رحمان 2-3 سال می شود که وسیع تطبیق کرده می شود. همین طور، ماه دکمبر سال گذشته از طرف خدمات قدرتی محکوم شده رحمت الله رجب، پدری خبرنگار تلویزیون مخالفین پیام نقطه نت شهرت رحمت الله که 28 سال از آزادی محروم گشته را به شکنجه شدید قرار داده بودند، پیشکی او را در کمیره الهیده جایگیر نموده سخت کفته می گفتند که این نقار برای خبرگزاری پسرش می باشد. غیر از این، مادر اونیز با پرسیشی دراز مدتی مقامات قرار گرفته بود. این چنین پس از گذراندن نمایش اعتراضی از طرف فعالان مخالفین در شهر پراگا سال 2016 خشاوندان آنها نیز به شکنجه قرار گرفته بودند. غیر از این، خشاوندان و نزدیکان محکوم شدگان و گمانبر شدگان دینی نیز از طرف مقامات قدرتی رژیم به شکنجه های شدید گرفتار می شوند که اکثریت آنها انتشار نمی شوند. علاوه بر این، طبق گفته های منبع ما که افشا نکردن نامش را خواسته است، 3-4 ماه آخر از طرف امام خطیبان درباری در خطبه های نماز جمعه تکلیف ها کرده می شود که عاید دیگر اندشان چاره های دست جمعی اندشیده شود.